دلوی بخون که الله پنامو قدمون دون کو سلامونه پدیله چه د صحت په جامو کې پټو سي بیا میوان اقبالم د اتسیت خبرونه سره تاسو په درنه خدمت کې پدیله چه تل خوشاله او آرام اوسي نو د تل په سیر په خبرونه کې به مو هر وخت تاسو لپاره یو ځانګړی میلمه راووله نو په درنه خبرونه کې هم داسې اوسوک دی چې د ځینو میلمنو په څیر ویاړو پی چې راغلی هغه څوک دی چې د ژوند د خاطرو نه ډېر زیات ډک ده، هغه څوک دی چې ژوند کې خوږې او خاطرې او تریخې خاطرې د یو له بل نه بتر پسې زیاتې دي. تاسو سیرې سره غږ سره آشنا یاستئ، کله چې یوه تلویزیون کې راته نو ډېرو به ویل چپ شئ چې خپرونه یې شروع شوه. پوهیږي چې زه تاسو ته څوک یادوم، نستو نادری یادوم چې ښاغلی نادری صاحب ته ښه راغلاست وایي په خپرونه کې. نادری صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. مننه ښاغلی اقبال صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او سلامونه او درنښت د ستاسو لیدونکو ته لرو او خاصتا د آریانا زما ملګری ښاغلی درانی صاحب ته هم زه سلامونه وړاندې کوم. اقبال صاحب، تاسو لومړی وویل چې د خاطرې نه ډک لی تریخه خاطرې نه، لیکن له ډک نه هم لږ ډېر. او زه ډېر ویاړ کوم چې ستاسو سره چې ډېر تکړه خبریال په افغانستان کې او د ستاسو په تلویزیون او په دا ډېر درانه خپرونه میلمنه یم، دا لوی ویاړ دی. نو دویم آرزو یک دل من بود که یکان لایف ها لایف های تانه که میدیدیم میگفتم چی وقت باشم آن نادری سه بیشیم دا برنامه، چون چناخت از قبل داشتم و امروز واقعا افتخار میکنم. شکر که هستین، شکر که جور هستین. زنده باشین اقبال عزیز. من میخواییم همینجا یک مسئله رو یادواری بکنم برای همین مبارزینی که در پشت کمره ها همی لحظه تصویر میگیرن بر جوانای خبرنگارای واقعی افغانستان. ما وقتی که به تلویزیون شما آمدم جوانا را دیدم که هستن، ایره ما به جهان میرسانیم که بله ما در افغانستان میمانیم و ما خبرنگاران افغانستان هستیم و به پیش میریم، چون اهل خیانتی نبودیم و هر نوع حکومتی بیاید با افغانستان خودمان میمانیم، برای پناهنده شدن در جای گدایگری نمی کنیم و با همی افغانستان میریم به پیش، با همی افغانستان میمانیم و جامعه خبرنگاری را رها نمی کنیم. و خیلی برای ما یک قوت دوباره ایجاد کرد وقتی میبینیم رسانه بسیار ارزشمندی مثل آریانا فعال است و بچه ها کار میکنن و این نشان میده که آنچه که تبارز میتن افغانستان آنگونه نیست و خیلی خوب است وضعیت. نادری صاحب، شما من حیث یک الگو هستین و بسیاری از خبرنگاران از لحاظ جرأت، از لحاظ استعداد. از نغوارم چه مخامخ دی صفت وکم، چون امروز نوبت ماست که نادری صاحب سوالا پیش ماست و امروز ای طالب ها گپ یکان تو بر کرده که ما از شما سوال بکنم. میگن یکان دوستان میگن که نادری صاحب آنقدر نقد میکنه تا که نقد نکنه خوابش نمیبره. دیگه ایگه پروست هست؟ نقد در همی اواخر من نقد نمی کنم، البته روی یکی از حقایق صحبت می کنم که او حقیقت ها باید بالاخره بازتاب داده شوند. به طور مثال ما در افغانستان امروز زندگی می کنیم که من کمتر در فیسبوک سر می خورم با ای که جوانی در جبهه جنگ کشته شده باشد یا هم جوانی به خاطر موبایلش کشته شده باشد، چون این خبرها را حقیقتا که خیلی کم شده نمیبینیم. یک جریانی زیر نام جریان گویا مقاومتگر علیه نظام فعلی، حالا من در قبال نظام صحبت نمی کنم، امیر حرف میزنم که چرا جوانای سرزمین من به این آگاهی و روشنی نمی رسن. به طور مثال که وقتی اگر ما از مقاومت صحبت میکنیم، اگر فرزند جناب آقای احمدزیای مسعود در کوپایه های پنشیر سلاح به دست میرزمه
که جوانای دیگم برن خطر مرگ اگه وجود داشته باشه، آدم حس کنه که فرزند اینجا از یکی از قدرتمندترین آدم جبهه بچیشم هست در خط و اگر کشته شه او هم کشته میشه دیگرم. خودشان رفتن در غرب بهترین نوی زندگی را دارن، بچه هایشان، داماد هایشان و خانوادهشان چهار تا بیچاره را در کوه بالا کردن گویا به نام جنگ، و روز به روز وضعیت او جوان هم وخیم تر میشه و وضعیت کشور هم. هدف ما ایست که برای کل ما و شما معلوم شد اونمو آدمایی که یکی خود شیر می نامید و یکی پلنگ می گفت و یکی گرگ می گفت و یک رقم فرار کردن و اصلی لنکروزرهای چندین دانه تعقیبی و خاکباد بالای مردم خیلی زود به پایان رسید. آیا ما و شما شاهد افرادی نبودیم که بارها چیغ میزد که اجازه بده در شش ماه کلن افغانستان رها میکنم از چنگ این اماراتی ها؟ اما دیدیم که با لباس نظامیش هست، سرباز پوشید و در اولیش عکس گرفت. چقدر یک عصر لاف و پتاق را پشت سر گذاشتندیم. حالا خطاب به اون لافوک ها میگم که خودتون با خانوادهایتون آرام زندگی میکنین، ما را بگذارین که در این حالتی که داریم حداقل زندگی بکنیم. این من فکر میکنم نقد نیست و یک بخش عظیمی از مردم افغانستان موافق هستند با این نوع وضعیتی را که گفتیم. یعنی یک دوره دیگر شما به نام مجاهد و جهاد حتی این دو واژه مقدس در زیر مردم بسیار تخریب کردن. فلانی صاحب که رهبر جهادی بود یا قمندان جهادی بود اتفاقا به آرگاه و بارگاه بسیار بزرگی دست پیدا کرد و امکانات خیلی خوبی هم داشت و یعنی جهاد به این معنا که اینا صاحب همه چیز شدن و همی واژه ها هم در ذهن مردم تخریب کردن. اینایی که لاف می زدن ما بر قدرت مثل روس پوزش در خاک مالیدیم، چطور به یک بارگی افغانستان ترک کرده فرار کردن؟ یکیش تنبانش از یادش رفت، یکیش پولهایش در خانه از یادش رفت و همه چیز، و ما به این نتیجه می رسیم که 20 سال اسیر عده ای از دزدان دریایی نابخردی بودیم که امروز حقیقتهایشون برمون برملا می شه. من تا زنده هستم علی این دزدان دریایی لعین رانده شده صحبت می کنم و علیشون مبارزات ما ادامه خواهد داشت. بله نادری صاحب، شما که یک خبرنگار بودین، کارتون در رسانه بوده و بیان رو میکنین حقایق، ایسه ترس ندارین؟ آیا کدوم وقت در ذهنتون نگشته که کدوم وقت به شما کدوم ضرری نرسانه؟ بله، این را البته در 20 سال اخیر زندگی ما در یک حالت، گرچه ما در حقیقت دین ما دین وسط است، یعنی ما نه افراطیستیم نه تفریطی، اما با تاسف که ما همیشه یک زندگی زیر تهدید داشتیم همیشه. شاید کمتر کسایی به اندازه ما زیر تهدید زندگی کرده و اما واقع برش نگذاشته. فرضاً در با گذشت هر دو ساعت شاید 5-6 تماس تلفنی ما به دست بیارم که تنها امیره میگن که اینا دگیرمون میای دینی ساعت دیده میشی، سبا دینی جا دیده شوی، این تو میکنیم اون تو میکنیم. این تنها امسال نه، سالهای متمادی است. یک زمانی ما با خانه های امن افشا کرده بودیم و حتی تهدیدهایی از طرف سفارت امریکا برای ما داده میشد. بر قدرتی مثل امریکا که تهدید میکرد باکی نبود و من به این عقیده هستم که تا زمانی که خداوند بزرگ وظیفه یک انسان در روی زمین به پایان نرسانه، تمام قدرت ها که دست یکی کنن آدم نمیتونن که از بین ببرن. توکل به خداوند بزرگ، ما هیچ وقت نه به طرف خوف بیشتر زندگی کردیم نه در رجای بیشتر، یعنی در بین هر دوی ازی. هر زمانی که از خانه میبرایم و همی گپی که در دلم میگم که خدایا اگر هنوزم وظیفه در روی زمین تو برای اجرا هست پس نگه بدار، و اگر وظیفه ما تمام شده بالاخره به عالی ترین درجه ای که شهادت است ما از خداوند خواستیم مرا به او درجه برسون. بنان یک مشکل دیگه ما سمی خود نترسیدن هم یک مشکل روانی است. من فکر میکنم که متاسفانه ما با می مریضی بیشتر دست پنجه نرم میکنم.
از فقط یو سوال یو هیله د زړه یو خبره تاسو کوم الله دې تاسو ته ډیر عمر درکړي الله تعالی دې یو تار وخت باندې څه مکوه الله تعالی دې تل دښمن ناکام لره مهم سره یک موضوعی که خیلی مهم است و نادری صاحب در مورد کتابتان میخوایم صحبت بکنیم کتابتان به زبان دری چاپ شده بود و وعده کرده بودین که به زبان پشتو هم میسازین ترجمه میکنین ولی جوابش بعد از وقفه میگیرم طرف وقفه میریم بعد از وقفه که اومدیم انشاءالله گپ خواهد زدیم ورزی دوستان رو زنیم